گفتگو با سحر، مورد اول از تجربه کنندگان مرگ. کتمان نمی کنم وقتی در آپارتمانش را به روی من باز کرد، جا خوردم. شبیه یکی از ستاره های بسیار مشهور سینما بود، البته زمانی که آن ستاره 24 سال داشت. این شباهت ظاهری به اندازه ای بود که بلافاصله بعد از سلام و احوال پرسی گفتم: شما با آن هنرپیشه معروف خانم نسبتی دارید؟ شکی نداشتم که همه در اولین برخورد همین سوال را از او می کردند. فروتنانه و همراه لبخندی زیبا جواب داد: نه، چنین سعادتی نصیبم نشده. برای لحظه شال خاکستریش را لمس کرد، بعد بدن بلند و لاغرش را از جلوی راه کنار کشید و گفت: خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم بفرمایید. داخل شدیم، ما را به سمت حال مبلمان شده و دلبازش راهنمایی کرد. آنجا من و حسین به فاصله 1 متر از هم روی مبل نشستیم. آپارتمان زیبایی بود با 1 هال و 3 اتاق و 1 آشپزخانه باز و لوکس. در سقف کاذب ساختمان 10 لامپ هالوژن به چشم می‌خورد. دکوراسیون آنقدرها گران قیمت به نظر نمی رسید، اما چشم نواز، هنرمندانه و تسکین دهنده بود. نوری که از پشت پرده های لیمو رنگ می تابید لطافت فضا را کامل کرده بود. اگر 10 سال در آن آپارتمان می ماندم هوس بیرون رفتن نمی کردم. او در مانتو و شلوار سرمه‌ایش مقابل ما نشست. خیلی راحت و مهربان بود. لزومی نداشت برای نشان دادن مهربانیش حرفی بزند یا کاری انجام دهد. مهربانی به شکل انرژی مثبت از نگاهش، از صورتش میبارید. گفتم: منزل دنج و قشنگی دارید خانم. خنده ملایمی کرد و دندانهای سفید و مرتبش درخشید. لطف دارید، ببخشید، میتوانم خواهشی از شما بکنم؟ هم بفهمید. لطفاً مرا سحر صدا بزنید، اینجوری راحت ترم. با پیشنهادش موافقت کردم. بسیار خوب سحر، اگر تو اینطور ترجیح میدهی هیچ مشکلی نیست. سحر از بیماران سابق دکتر رضایی بود. چند روز پیش به توصیه یکی از دوستان نزد دکتر رضایی رفته بودیم. قدری درباره موضوع تحقیقاتمان با او صحبت کردیم. دکتر با شنیدن توضیحات ما نام سحر را بر زبان آورد. سفارش کرد که حتما با وی ملاقات کنیم. او گفت که این دختر مرگ را تجربه کرده. متاسفانه سحر تلفن همراه نداشت. دکتر رضایی قول داد که آدرس منزلش را برای من گیر بیاورد. دکتر 7 ساعت قبل، یعنی ساعت 8 صبح، با حسین تماس گرفت. به او گفت که سحر را دیده و آدرسش را گرفته. قرار شده بود که من و حسین ساعت 3 عصر او را در آپارتمانش ببینیم. سحر خیلی محترمانه گوشزد کرده بود که میل ندارد همه خاطراتش را فاش کند. همچنین مؤدبانه خواسته بود که ازش فیلم نگیریم. باری دکتر آدرس سحر را به حسین داد و برای من آرزوی موفقیت کرد. ساعت 3:05 بعد از ظهر ما جلوی سحر نشسته بودیم. پس از چند دقیقه صحبت معمولی حسین برخاست، دوربین فیلم برداریش را از ساک بیرون آورد و به سحر گفت: متاسفانه ضبط صوت را با خودم به تهران نیاوردم. برای ضبط صدا مجبورم از دوربین استفاده کنم. از نظر شما اشکالی ندارد؟ مطمئن باشید تصویرتان را نخواهم گرفت. عیبی ندارد. حسین دوربینش را روی پایه گذاشت، بعد لنز دوربین را روی گلدانی که در گوشه هال بود تنظیم کرد. قبل از اینکه دکمه ضبط را فشار دهد گفتم: سحر، برای مصاحبه آماده ای؟ این را بایستی شما به من بگویید. برای مصاحبه پر از اظهارات عجیب و باور نکردنی آماده اید؟ هستم، با اجازت شروع میکنم. کمربندت را ببند. 5 4 3 2 1. به عنوان اولین سوال، قبل از اینکه مرگ را تجربه کنید تا چه حد مذهبی بودی؟ در حد معمولی.
مثل خیلی از مردم نماز میخوندم و روزه میگرفتم. در واقع واجبات را ترک نمیکردم و نسبت به مسائل غیر اخلاقی حساس بودم. همیشه میخواستم پاک باشم. حدس میزنم چندان اجتماعی نبودی. اجتماعی بودم و هستم خیلی زیاد، اما هرگز نگذاشتم که عفتم آسیب ببیند. سحر قبل از ادامه سوالات بهتر است نکته ای را خاطر نشان کنم. من باید چیزهایی درباره زندگی خصوصیت بدانم، یعنی باید در مورد بعضی از جنبه های شخصیت سوال کنم. امیدوارم به خاطر پرسش هایم ناراحت نشوی. به هر حال این شغل من است و به خاطر همین به آپارتمانت آمدم. میفهمم، سعی میکنم تا حدی که لازم باشد توقع شما را برآورده کنم. خوب، و حالا ادامه میدهیم. اگر بپرسم بارزترین جنبه شخصیتت چه بود، چه جوابی میدهی؟ بلافاصله گفت، جواب میدهم تمایل زیاد به داشتن یک زندگی مستقل. از دوران نوجوانی ترجیح میدادم جدا از خانواده‌ام زندگی کنم، البته با حفظ پیوندهای عاطفی. شدیداً مایل بودم که خودم از خودم مراقبت کنم. برای همین به سمت ورزش‌های رزمی رفتم. باورتان می‌شود که من قبل از تجربه مرگ یک رزمیکار بودم. بی اراده خودم را روی مبل جمع و جور کردم. اصلا به اون نمی‌آمد که رزمیکار بوده باشد. جدن؟ هرگز نمی‌خواستم به محض اینکه یکی مزاحمم شد مردی را صدا بزنم و از او کمک بخواهم. تو روی جنسیتت تعصب داشتی؟ گفتم قدری اذیتش کنم. چه میشد اگر از مردی کمک میخواستی؟ زنها عموما مخلوقات ضعیفی هستند. چه عیبی دارد اگر در موارد خاص از مردها کمک بگیرند؟ با تبسم و لحن شیرینی گفت، چرا شما مردها فکر میکنید که زنها باید ضعیف باشند؟ ضعیف و شکننده و بسیار محتاج کمکهای شما. یک زن میتواند و باید قوی باشد. در همان حال میتواند و باید جنسیت خود را حفظ کند. وقتی میگویم قوی، منظورم این نیست که شمشیر بردارد و با دیگران درافتد. مقصودم این است که توانایی دفاع از خود را داشته باشد. هیچ وقت از مهارت‌های رزمیت استفاده کرده ای؟ هرگز. خوشبختانه هرگز مجبور نشدم. اگر هم میشدم فقط برای دفاع ازش استفاده میکردم. به هر حال این مهارتم باعث شده بود که همواره اعتماد به نفس داشته باشم. اعتماد به نفس، نه غرور. به نظرم توانایی جسمی از او یک موجود متواضع ساخته بود. سهر قدری اطلاعات در مورد خانواده ات میخواهم. به من میدهی؟ سه برادر خوب دارم، بهترین برادرهای دنیا. آنها همیشه با من مهربان بودند. هر سه شاغل هستند. مادرم 3 سال پیش فوت کرد. آن موقع من تازه در دانشگاه قبول شده بودم. رشته زبان انگلیسی. 1 سال بعد از مرگ مادرم پدرم هم مرد بر اثر بیماری سرطان. خدا هر دو را رحمت کند. ممنون. خدا رفتگان شما را هم بیامرزد. وضع مالی پدرم خوب بود. با وجود این هرگز حاضر نمی شدم از او پول تو جیبی بگیرم. پس جیبهایت رو چطور پر میکردی؟ با فروش کارهای دستی، بافتن بلوز، کلاه، دستکش و غیره. بعد از دیپلم شغلی در بیرون خانه پیدا کردم به صورت پاره وقت. چه شغلی؟ کاری در یک مؤسسه خصوصی. شغل پدرت چه بود؟ تاجر فرش بود. در اواخر عمرش برادرانم با او شریک شدند. وقتی فوت کرد تمام داراییش بین من و برادرانم تقسیم شد. کمی بعد یک ماشین و این آپارتمان را خریدم. قبول ارثیه مخالف روحیه استقلال طلب سهر نبود؟ بود، ولی چه کار باید میکردم؟ نمیتوانستم دورش بریزم. آن موقع نمیتوانستم. پس از خرید آپارتمان و ماشین پولی برایت باقی ماند؟ آره. چقدر؟ مبلغی قابل توجه. به اندازه‌ای که میتوانست در هر روز تعدادی آدم گرسنه را سیر کند. پس تمام چیزهایی را که یک دختر نیاز دارد داشتی. به جز هدفی ارزنده. تا وارد بحث بعدی نشدیم بپرسم، پولت رو در بانک گذاشتی؟ گذاشته بودم، اما الان حتی 1 ریال برایم باقی نمانده. از شرش خلاص شدم. بعد از تجربه مرگ در عرض 3 روز متحیر و کنجکاف شدم. چطور خرجش کردی؟
چطور سوالم را تکرار کنم؟ نه، فقط می توانم بگویم که دیگر چیزی ندارم، اما خدا را شکر بدنم سالم است، دارم کار میکنم و نانم را در میآورم. نمیخواست توضیح بیشتری بدهد، من هم اصرار نکردم، هرچند توانستم چیزهای حدس بزنم. سحر، تو هنوز ازدواج نکرده ای؟ چرا؟ به شوخی گفت، شاید به این خاطر که عقلم کامل نشده. یا شاید به این خاطر که عقلت کامل شده. حسین هیجان زده به گفتگوی من پیوست. ازدواج یک امر مقدس است، یک سنت حسنه. سحر گفت، همینطور است، ولی روزهایم با کتابهای دانشگاهی، با شغلم و با نقاشی پر شده. فعلا در زندگیم جایی برای شوهر وجود ندارد. پرسیدم، گفتی نقاشی؟ تو نقاشی هم میکنی؟ آره.